جز بعد عهدی و بی وفایی. این یک اتمسفری داره، یک فضای موسیقیایی داره که اینو بهش میگن همایون. اصلا لازم نیست بریم دنبال نوت و علائم تغییر دهنده نوت ها و خطوط حامل و نمیدونم میزان و اصلا به فقط شنیداری. خب کار رو سخت نکنیم که به راحتی بتونیم یادش بگیریم. این میشه همایون. حالا ما مثلا نمونه مشابه این اگه خواستیم پیدا کنیم، مثلا ببینیم چی دیگه همایون هست. اگه گوش کردیم دیدیم که یک چیزی داره پخش میشه از رادیو مثل تو ای پری کجایی، یه شریک آبای نیه تو شنیدم. این خیلی شبیه اتمسفرش، پس این همایونه. آواز یک فرم هست، فرمی که در اون، یعنی این فرم که میگم در کنار فرمهایی مثل تصنیف، چهار مضراب، پیش درآمد و اینها، آواز خودش یک فرم مستقلیه و عبارت است از خوندن اشعار، غالبا اشعار کلاسیک و کهن فارسی مثل حافظ و سعدی و مولانا، که البته میتونه از شعرهای معاصر هم باشه، ولی توصیه چیز تاکید میکنم که شعر وزندار، که این در واقع در قالب یکی از دستگاه ها یا نغمه های موسیقی اصیل ایرانی خونده بشه. این رو در اصطلاح واژگان تخصصی موسیقی ایرانی بهش میگن آواز یا آوازخوانی. یکی یک سری فرم هایی هست در موسیقی ما که این فرم ها عبارت است از پیش درآمد، آواز، چهار مضراب، تصنیف و رنگ. پیش درآمد در واقع قطعه سنگین موسیقایی هست که به صورت ریتمیک معمولا تو ریتمای ساده چهار ضربی یا دو ضربی فضای دستگاه رو معرفی میکنه و در شروع یک کنسرت به صورت خیلی سنگین در واقع دستگاه رو معرفی میکنه و معمولا مثلا گروهی اجرا میشه. فرم بعدی موسیقی ما ساز و آواز هست که عبارت از خوندن یک خواننده بدون ریتم. یعنی وقتی که شما مثلا یک شعر از حافظ رو مثلا برمیدارید و میخونید بدون ریتم، یعنی مثلا مجوان سیه کردی هزاران رخنه دردی، اون ریتم خاصی نداره، یک ریتم نهفته و متر داره به قول معروف، و یک سازی هم جوابش رو میده به همین حالت. این فرم رو بهش میگن ساز و آواز. یه فرم دیگه ما داریم به نام چهار مضراب در موسیقی ایرانی. چهار مضراب یه قطعه تندی بوده هست که به صورت شیش هشتم به اجرا میشه و معمولا ویرتوزیته و اون سولیستی نوازنده و توانایی تکنیکیش رو به رخ میکشه تو کنسرت، که معمولا ساز تنبک یا دایره یا سازهای پرکاشن و ضربی اونو همراهیش میکنه و بعدش میرسه به تصنیف. اون عبارت است از خوندن یک شعر یا عموما و بیشتر ترانه، چون اغلب تصانیف با ترانه خونده میشن، یعنی شعری که تیکه‌های بریده بریده و کوتاه داره و برای اون آهنگ گفته شدن و ساخته شدن. تصنیف تفاوتش با آواز که در لابلای این فرمایی که گفتیم وجود داشته اینه که تصنیف ریتمیکه ولی آواز بدون ریتم. یه تصنیف معروفی که هممون میشناسیم مثل مرغ سحر، ببینیم فرقش با آواز چیه. مثلا مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر. یک موضوعی در این تصنیف وجود داره، تقید من به ریتم. یعنی در خوندن یه تصنیف، البته تصنیف ها ریتم مختلف میتونن داشته باشن همونطور که دارن در تمام موسیقی ملل ها، تقید من به ریتم در تصنیف خیلی مهمه. حالا اگه این نباشه ببینید چه اتفاقی میفته. مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا، یه چیزی نمیخونه این دوتا با هم، یعنی هماهنگی بین این دو تعیین میکنه شخصیت ریتمیک قطعه ما رو. حالا در آواز
در آواز ما پدیده به نام به این شکل بعد در ریتم نداریم که حالا میتونیم بعداً بهش بپردازیم که موضوع وزن داریم، یعنی آواز وزن داره. یا آوازی میخونم ببینید قرار نیست من مقید باشم به چیزی مثل پاندول، یعنی یه جا میتونم یه نوتو بیشتر بکشم، یه جا میتونم سکوتمو بیشتر کنم، سکوتمو کمتر کنم. در این قضیه من آزادم و به همین دلیله که آواز نقش بسیار بسیار مهمی رو در موسیقی ایرانی بازی میکنه. یه مثالی میزنم، یه شعری که همون میشستیم توانا بود هر که دانا بود. من اینو به صورت آواز میتونم هر جو که دلم بخواد بخونم. توانا بود هر که دانا بود، یا توانا بود هر که دانا بود. بار اول من اومدم تاکید رو انداختم روی کلمه دانا، بار دوم روی توانا. سکوت رو میتونم آزادتر کنم یا اینکه بیشتر کنم. حالا من میتونم یک تصنیف رو هم، تصنیفی مثل مرغ سحر رو هم به صورت آوازی بخونم. مثلا مرغ سحر ناله سر کن، ریتم وجود نداره، ملودی همونه، شعر همونه، فقط من از این تقید میام کنار. پس فهمه و در واقع تمیز دادن این دوتا مسئله خیلی ما رو راحت تر میکنه که در مورد موسیقی ایرانی بریم جلو. آواز و تصنیف. یک فرم دیگه ای ما داریم که در آخر رپرتوار موسیقی نواخته می شده و بسیار طرب انگیز و شاد بوده و عموماً برای رقص و پایکوبی بوده در انتهای رپرتوار موسیقی، که اون رنگ هست. رنگ یک ریتم 6/8 بسیار شادی داره که در انتهای رپرتوار موسیقی نواخته میشه. در واقع 7 دستگاه داریم، 7 دستگاه موسیقی داریم که تمام این چیزایی که شما میشنوید و اسمش گوشه و نمیدونم بگی، اینا از تو دل اون 7 دستگاهه که عبارتند از شوره که میگن مادر اینا هست، که تو دل شور در واقع خود آواز شور هست، ابو عطا هست، افشاری، بیات ترک، دشتی، کرد بیات تو دل اون هست و اینا مجموعه آواز شور هست که 5 آواز داره. خب و بعد خود دستگاه شور شامل 5 آواز. بعد میگه مثلا دستگاه ماهور، همایونه، تو دل همایون شما اصفهان هست، شوشتری هست، چارگاه، سگاه، نوا و راست پنجگاه. حالا سوال اینجاست که من یک راننده تاکسی هستم یا من یک فروشنده مغازه هستم یا من یک سرویسکار تأسیسات ساختمان هستم، من چجوری میتونم موسیقی ایرانی رو بشناسم؟ خیلی وقتا ما توی خیلی کارهای سنتی دیدیم، مثلا کاستی اگر میخریم، سی دی میخریم، اون پایین نوشته شده سگاه، شور، چهارگاه، اسم دستگاه، شخصیت دستگاه. این شخصیت ها رو چجوری میشه تشخیص داد؟ یک راه حل بسیار ساده داره، با در مقابل هم قرار دادن دو دستگاه ما سعی میکنیم یه خورده به موضوع دستگاه بپردازیم. یک نمونه صوتی شاخص در ذهن خودتون داشته باشین و اون چی که میشنوین از موسیقی ایرانی رو تطبیق بدین، یعنی در ذهنتون سرچ کنین. یعنی این یک اصلا وادی جدیدی هست که کسانی که آشنایی ندارن با موسیقی یک دایره تازه در ذهنشون باز میشه و ذهنشون از یک بعد دیگه فعال میشه و اون گشتن دنبال نغمه ها هست. نگارم حبیبم خبر ندارد، میبینید با این فضاها جور در میاد. در این حالتی که ما اسمشو میذاریم ماهور، این دستگاهی که ما اسمشو میذاریم ماهور جور در میاد. شد خزان گلشن آن
فضای موسیقیایی داره که اینو بهش میگن همایون. اصلا لازم نیست برین دنبال نوت و علائم تغییر دهنده نوت ها و خطوط حامل و نمیدونم میزان و اصلا به فقط شنیداری. خب کار رو سخت نکنیم که به راحتی بتونیم یادش بگیریم. این میشه همایون. حالا ما مثلا نمونه مشابه این اگه خواستیم پیدا کنیم، مثلا ببینیم چی دیگه همایون هست. اگه گوش کردیم دیدیم که یک چیزی داره پخش میشه از رادیو مثل تو ای پری کجایی. یه شبی که آبای میگه تو شنیدم، این خیلی شبیه اتمسفرش، پس این همایونه. چاهیه تشنه پیه تو دویدم، دوام دوام تا لب چشم رسیدم، شانی از نیوم از من دیدم. تو ای پری کجایی که روخ نمی‌نمایی؟ همون اتمسفر شد خزان گلشن آب. اصلا کار به ریتمش نداریم، اصلا اون فضایی که این ملودی ها در ذهن ما تداعی میکنن یا همون اتمسفری که در ذهن ما به وجود میاره میشه همایون. یا یک کاری که خدا رحمت کنه زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان ساختن و جناب استاد شجریان خوندن در آلبوم بیداد، اون تصنیف معروف روز وصل دوستاران یاد باد یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد یاد باد گرچه یاران فارغند از یاد من. باز دوباره همون، یعنی رفرنس من شد خزان، اون رفرنس همیشه تو ذهن من هست. شب چه شبیست شب ما را دست شب، همین ما این تصنیف ها رو شنیدیم. لای 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 درای لای لای درام درام دام کار استاد کسایی. یا آهای مردم خبر دارم خبر. پس ما با در کنار هم قرار دادن نوت‌های مشخص که اسمشو میذاریم چهارگاه، یک شخصیت‌های موسیقایی ارائه میکنیم. من خودم شخصا برای دور تو همیشه از کودکی رفرنسم و مدل ذهنیم و الگوی ذهنیم اذان مؤذنزاده اردبیلی بوده. اشهد ان لا اله الا الله. یک رفرنس بسیار معروف و شاخص هست که در ذهن ما میتونه باشه که بتونیم بیات ترک رو تشخیصش بدیم. حالا مثلا نمونه های مشابهش همچو فرهاد بابند کنو کمیم پیشه ما. تصنیف بسیار معروفی که خانم پریسا خوندن در سالهای گذشته. خب
کوه ما سینه ما لا 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 همون اتمسفره، همون حسه، همون فضای موزیکال هست. خب یا اون تصنیف معروفی که اون هنرمند عزیز استاد شهرام ناظری خوندن، دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن نختی رو جلال لا 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 همونی. خب این باید طور که بعد یه دفعه عوض بشه فضا، مثلا بشه شاد خزان با، این کاملا با اون متفاوته. دران از ده کسی بنشین، باید این به ذهن ما آشنا بشه. یعنی کافیه که ما این فضاها، این اتمسفرها، این حالتها و این نغمه ها آشنای جسم و مغز و ذهن ما بشه. اگه این اتفاق بیفته، ما از یک آدم ناآشنا به موسیقیمون بسیار راحت با یک جستجوی ساده هر از چند گاهی در زندگیمون، جستجویی که شاید پشت فرمون ماشین هنگام رانندگی میتونیم انجام بدیم، تو خونه هنگام آشپزی میتونیم انجامش بدیم، با این جستجوی بسیار ساده ما میتونیم از یک آدم بیگانه با موسیقیمون تبدیل بشیم به کسی که یک اطلاعات شنیداری حداقلی و کافی از موسیقی کشورش داره. ببینید شما وقتی که میرین یک قدم اونورتر در کشور آذربایجان، مردم آذربایجان میتونم بگم اکثریتشون آشنایی بسیار زیاد و خوبی با موسیقیشون دارن. اصلا موسیقی جزء لاینفک زندگی مردم آذربایجانه، روی اسکناساشون عکس سازهاشونه، نه تنها سازاشونو میشناسن، ما متاسفانه خیلی از مردم اصلا نمیدونن ستار چه شکلیه، تار چه شکلیه، چه برسه اینکه دستگاه‌ها رو بخون تشخیص بدن یا فرما رو بشناسن. ولی تو همین آذربایجان که ما ادعا میکنیم بخشی از ایران بوده، ولی واقعا از لحاظ فرهنگی حداقل در بعد موسیقی بسیار از ما جلوتر هستن. مردمش بسیار اطلاعات خوبی از موسیقی دارن. مردم کوچه و بازار آذربایجان منتقد موسیقی هستن. یعنی اگه یک آواز بیات شیراز از علیم قاسموف در تلویزیون آذربایجان پخش بشه، اکثریت مردم میتونن اون آواز رو تحلیل کنن، نقدش کنن. ولی ما متاسفانه با موسیقیمون کمی فاصله گرفتیم و هیچ کاری نداره. اینقدر لذت بخش این آشنا شدن با این نغمه ها که به زحمتش میارزه به اعتقاد من. در جهان خورم با
خدا